Herkese iyi günler, herkese iyi akşamlar, روز همگی بخیر، عصر همگیتون بخیر باشه. خوش اومدید به جلسه 35 35 درسمیزه. خوش گلدینست. تو این درس، تو این ویدیو میخوام خدمتتون یک گرامر خیلی مهمی رو آموزش بدم. اسم گرامرمون دولایلی انلاتم یا به قول کتابتون دورودان انلاتم هست. خب دولایلی انلاتم، دورودان انلاتم چیه؟ استاد بگو ما متوجه بشیم، زیر دیپلم حرف بزن اگر الان اشتباه نکنم دارید میگید. دولایلی انلاتم یا دورودان انلاتم یعنی نقل قول مستقیم. نقل قول مستقیم برای یک ترک سخت گفتنش، چون سه تا قاف داره، واسه من سخته. به خاطر اینکه نقل نگم، نقل سخته. پس شما هم دیگه تکرار، یعنی وادارم نکنید که تکرار کنم اینو. این همون دولایلی انلاتم یا دورودان انلاتم چیه؟ ببینید، من یه جمله میگم. من میگم که شما دانش آموز من هستید. یه جمله است. میام اینم می نویسم. شما دانش آموز من هستید. اصلا تو مثلا دوست من هستی. او مثلا می آید. حالا هرچی. هر جمله. منفی مثبت فرق نمی کنه. اینو من میگم دیگه، این جمله رو من میگم. الان شما یه شنونده که این جمله رو از من شنیدین، میخواید این جمله رو نقل قول کنید. یعنی این جمله‌ای که من گفتم رو، این جمله رو به دوستتون یا به کس دیگه بگید. چطوری میگید؟ میگید که X Y دوستتون رو صدا میکنید. استاد به من گفت. اونم حتما میگه چی گفت. بعد شما میگی در گوش من گفت. اونم میگه چی گفت. اینا رو جمع کنید. جدی باشین یکم لطفا. گرامر داریم میخونیم. شما میگین که استاد به من گفت شما دانش آموز من هستید. تموم شد. این شد گرامر. الان فکر میکنید که من دارم با شما شوخی میکنم. نه، اصلا شوخی نمیکنم. خیلی هم جدیم. نقل قول مستقیم اینه دیگه. حرفی که، یعنی هر حرفی که گوینده میگه، شما یه شنونده اونو میگیری بدون کم و کاست کردن، اونو به یک شخص دیگه میگی. دقیقا همون جمله رو. به این میگن نقل قول مستقیم. ما دو تا نقل قول داریم. یکیش مستقیمه، یکیش غیر مستقیمه. غیر مستقیم کسان نمیخواد بخونیم فعلا. ما داریم مستقیم رو میخونیم. من که میگم شما دانش آموز من هستی، شما میگی که مثلا مهتاب، استاد به من گفت شما دانش آموز من هستی. تموم شد. مثلا هاکان، مهدیار به من گفت تو دوست من هستی. مهدیار به من گفت، دقیقا چیزی که مهدیار گفته رو میگی. پس من اینجا بنویسم هاکان. این ماکان نیست، هاکانه. هاکان، مهدیار به من گفت دو نقطه تو دوست من هستی. ببینید تو فارسی اینطوری نقل قول میکنن. اما ترکیش چیه؟ ترکیش ببین سیز، رنگ قلم رو عوض کنیم. سیز بینیم اورنجیم سینیز جمله. سن بینیم آرکاداشم سن. این دوتا جمله بالا. الان میخوام این دوتا جمله رو من به زبان ترکی دولایلی اکترم کنم، نقل قول مستقیم کنم. چطوری کنم؟ میگم که آره اسمتو میگم.
مثلا میگم که آیشه، باز قلم رو عوض کنیم، میگم که آیشه هجام بانا، استادم به من هجام بانا. یه نکته بگم، اینجا رو میبینی بانا نوشتم، اینجا همیشه پسوند بی میگیره، همیشه به من. مثلا هجام آسویا، هجام علیه، مثلا استادم به علی اینو گفته، مثلا آیشه حسن به عباس اینو گفته، آیشه حسن عباسا، حالا هرچی گفته اونو میگیم. پس اینو که میگم پسوند بگرفته، هر اسمی بیاد، اینجا حالا ضمیر اومده، اسم بیاد پسوند بمیگه، پس این همیشه پسوند بمیگیره. حالا تو مثال بعدی بیشتر توضیح میدم. حجام پاردون آیشه حجام بنا، استاد به من یا استادم به من، از این علامت ها سیز بینیم، حالا اورنجیم سیز میبندیم، ای ای گفت. پس استاد چی گفته؟ حجام بنا سیز بینیم اورنجیم سیز سینیز دیده. یا میگم که مروه، مروه رو خطاب قرار میدم، میگم مروه مهدیار علیه، مهدیار به علی، مهدیار علیه سن بینیم آرکاداشمسن بسته دیده. یا اگر این حالا زمان گذشته، اگر مهدیار اینو گفته، این جمله که تو دوست من هستی دیدی میگیم، اگر الان داره میگه، خب به جای دیدی میتونی بگی دیور، پاردون دیور، اینطوری. پس میتونیم من بگیم که آیشه 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 حجام بنا سیز بینیم اورنجیم سینیز دیور، یعنی میگه که شما دانشجوی من هستین. مروه صدا میکنه مروه رو، مروه مهدیار علیه، مهدیار به علی، سن بینی مارکدشم سن دیور، میگه دیدی گفت. پس این دیور دیدی دست خودمونه، گوینده هر موقع گفته، حال گفته دیور میگی، زمان حال بگه دیور میگی، تو زمان گذشته گفته دیدی میگی. این شد نقل قول مستقیم، خیلی ساده. اما تا اینجا چیزه، یعنی همینه، خیر این نیست، تازه من از کتاب شروع نکردم، یعنی این اطلاعاتی بود که کتاب نداده بود خدمتتون، من بهتون دادم، اینو تا اینجا یاد بگیرید. اما به عبارتی، چقدر اما میگم من امروز، ادامه درسمون، ادامه نقل قولها. توی کتاب شما نگاه کنید، البته کتاب الان اینجا نیست، توی کتاب نگاه کنید، نگاهم صفحه 60-61 باید باشه اشتباه نکنم، تو بخش دیل بلگیسه، اونجا یه دونه شما دیه میبینید، دیه سردو، دیه جواب ورده. ببینید ما دو تا دیه داریم، نمیخوام وارد بحث دیه بشم، دیه به معنای دیه چیز نیست، آب بزنی کس رو بکشه بعد دیه بدی، نه اون دیه نیست، این دیه با اون دیه فرق میکنه. این دیه یه کلمه هست که توی حالت نقل قول ازش استفاده میکنیم، معنی به این صورت، به این شکل، به این ترتیب میده. یه دیه هم دیگه داریم توی ترکی که باز میگم اون گرامرش اینجا نیست، به معنی به خاطر این که، به این دلیل که معنی میده. پس این دیهی که توی نقل قول مستقیم میاد، معنی به این شکل، به این صورت میده، معنی به این خاطر نمیده، اونو جلوترا میخونیم. پس دیه سردو یعنی به این شکل پرسید، دیه جواب فردی به این شکل جواب داد، به این طور جواب داد.
اینا رو من میگم واسه چی؟ واسه این که فقط جملات نیستن که نقل قول میشن. مثلا سیز بینیم رنجیم سینیز، این یه جمله است. فقط نقل قول مستقیم به این محدود نیست، شما سوال رو هم میتونی نقل قول مستقیم کنید و جوابی که به اون سوال داده میشه هم میشه نقل قول کرد. به عنوان مثال مثلا حالا که نه، مثلا بلوت، اینو بلوت میگه، بلوت میگه که نردسن، نردسن کجا هستی؟ سوال دیگه. الان چون یعنی شخص بلوت این سوال رو پرسیده که کجایی، من میگم که بلوت، میگم که فلانی شما، آره تو، یه لایک کن. لایک کردی؟ آفرین، بکن. آفرین. میگم که فلانی بلوت بانا، اصلا بانا نباشه، مثلا اشینه به همسرش، اشینه، اصلا اشینه نباشه، کزنا باشه، اصلا کزنا نباشه، اولونا باشه، اصلا اولونا نباشه، باباسنا باشه، اصلا باباسنا نباشه، محموتا باشه، محموتا. پس همه چی میتونه باشه؟ پس بلوت به همسرش، به بچهش، به من، به هر کی میتونه باشه. پس بلوت بانا، من اینو در نظر میگیرم، بانا رو در نظر میگیرم، بلوت بانا نره دسین، نره دسین از این علامت ها، نره دسین دیه سردو. بلوت بانا نره دسین دیه سردو، بلوت از من پرسید که کجا هستی، یعنی دیه سردو به این شکل پرسید که کجایی، یا پرسید که کجایی. نمیتونی که هم معنی کنید، به این شکل هم معنی نمی کنید، که معنی کنید. پرسید که کجایی، بلوت به من پرسید که کجایی. پرسید که چی میخوری، بلوت بانا نه یورسون دیه سردو، نه ایچی یورسون دیه سردو، نرده یاش یورسون دیه سردو. پس هر سوالی که بلوت پرسیده رو میتونید داخل اون دوتا علامت بذاری، بعد دیه سردو رو بیاری. اگر بلوت داره الان اونو میپرسه، به جای سردو میتونی سرو یار بگی. پس این هم مثل دیدی که دیور میشد واسه زمان حال، سردو هم میتونه باشه سرو یار. حواستون باشه. الان میخوای جواب بدی؟ میگی که من به بلوت، بن به بلوت دیگه، این گفتم این به همیشه میاد، این به بن بلوتا، مثلا او دییم از اینا، از اینا دیه جواب وردم، بن بلوتا او دییم دیه جواب وردم، من به بلوت گفتم که خونه هستم، گفتم که، گفتم یعنی جواب دادم که در خانه هستم من به بلوت. پس دیگه جواب فردیم هم چون شما جواب دادین به خاطر همین میگید جواب فردیم. یا مثلا اینو بن نباشه، بگین که آیشه، آیشه بلوتا افده ییم دیگه جواب وردی، این میشه وردی چون آیشه زمیره اوه، این هم میشه وردی. ولی چون این افدهیم آیشه خودش گفته که در خانه هستم و ما هم دقیقا آیشه یا هر کسی هرچی میگه اونو میذاریم، دیگه افدهیم افده نمیشه، ضمیر او نمیشه، اون افدهیم ثابت میمونه اونجا. این از این نکته خیلی مهم. و نکته خیلی مهم دیگه مخفی که شاید شما نمیدونید و ندونستید این بود که تو حالت جمله‌ای که من گفتم دیدی دیور، من اونجا دیه نیاوردم، دیه رو توی دیه سردو و دیه جواب وردی من آوردم. پس به این نکته خیلی دقت کنید، اگر یک جمله رو بخواید نقل قول مستقیم کنید، اون دیه رو نمی آورید.
اما اگر یک سوال رو بخواید، یک جواب رو بخواید سوالی کنید، یعنی نقل قول مستقیم کنید، اون موقع دیه رو میارید. استاد ما دیدیم آخه جمله رو نقل قول مستقیم میکنن دیه هم میارن، شما چرا میگید جمله رو نقل قول مستقیم کنن دیه نمیارن؟ درسته، ممکنه بله جمله رو هم وقتی که نقل قول مستقیم میکنن دیه بیارن، ولی با فعل دمک که میشه دیور ددی دیه نمیاد. مثلا با دوشونمک شما میتونید دیه بیارید. مثلا میگید دیه، حالا یه چیزی میگید اینجا از این علامت ها میذارید، میگید دیه دوشوندو. به این شکل فکر کرد یا اینطوری فکر کرد. شما مثلا یه جمله میگید دیگه سسلنده، اینطوری مثلا صدا کرد، فعل سسلم میکن با دیگه میاد. یا مثلا اینا بیشتر رایجن، یا مثلا اگر ذهنم یاری کنه، به غیر از، حالا اینطوری بگم راحتتون کنم، به غیر از دیدی که دیه نمیگیره، بقیهشون دیه میگیرن. حالا شما اینو یه جا یادداشت کنید بمونه. همین، این شد نقل قول غیر مستقیم. نقل قول مستقیم شد که شما یک سوال رو با دیه سردو میتونید نقل قول مستقیم کنید، جواب اون سوال رو دیه جواب فردی میتونید بگید. اگه یک فکر کسی رو بخواید نقل قول مستقیم کنید با دیه دوشونده میتونید بگید. اگر کسی کسی رو صدا میزنه با دیه سسلنده میتونید نقل قولش کنید، نقل قول مستقیم. و به همین شکل میتونید شما این گرامر بسیار بسیار شیرین نقل قول مستقیم رو استفاده کنید توی جملات روزمرگیتون. تا اینجای کار کافیه، زمانمونم پر شده، حتما تمرین کنید، به مثالهای کتاب رو الان برید بخونید. ما جلسه آینده هم یک گرامر داریم، گرامر حروف رفع با لچلار، بعد وارد کتاب خواهیم شد. تا جلسه آینده خوشا کلن گرشمک بزرگ.